بیانیه دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، متشکل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا. هدف حکومت مالکی در عراق از دفن مخفیانه پیکرهای 52 شهید اشرف، از بین بردن آثار جرم و فرار از عواقب جنایت علیه بشریت است. این اقدام نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی و نتیجه بیعملی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است. هر گونه سکوت و خودداری از انجام تحقیقات مستقل، همدستی آشکار با جنایتکاران محسوب می شود. فراخوان به شورای امنیت، سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحقیقات مستقل و تشکیل دادگاه جنایی بین المللی. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت دفن مخفیانه 52 تن از ساکنان اشرف را که با دستان بسته در قتل عام اول سپتامبر توسط نیروهای مالکی به دستور رژیم ایران به قتل رسیدند به شدیدترین نحو محکوم می کند. هدف دولت عراق از بین بردن آثار جرم و فرار از عواقب جنایت علیه بشریت است. ما در رابطه با اقدام تأسف‌بار پیکرهای شهیدان به ساکنان لیبرتی، بستگان شهدا و خانم رجبی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران تسلیت می‌گوییم. از نظر انسانی این عمل دولت عراق نقض آشکار بسیاری از قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط به آن است. ضرورت احترام به کشته شدگان و اجساد کسانی که حتی در جنگ کشته شدند در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج شده است. این اقدام با هیئت ضد بشری دولت عراق و تبعیت کامل آن از رژیم ایران را برملا کرد. از منظر حقوقی دفن مخفیانه، خودداری از تحویل اجساد قربانیان، بستگان و دوستان آنها و ممانعت از انتشار نتایج کالبد شکافی به روشنی مسئولیت دولت عراق را در رابطه با جنایت مرتکب شده در اول سپتامبر نمایان می سازد. چرا که سعی در از بین بردن آثار و شواهد این جنایت و ممانعت از انجام تحقیقات مستقل خود دلیلی بر نقش دولت عراق در این جنایت مشخص است. از نظر سیاسی این اقدام دولت بار دیگر نشان داد که رهبران ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تا چه حد در سرپیچی های مشمئز کننده مالکی از قوانین بین المللی مسئولیت دارند. طی 5 ماه و نیم گذشته کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، گروه های پارلمانی از کشورهای مختلف، مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان همراه با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران چندین بار برای انجام تحقیقات مستقل در رابطه با قتل عام اول سپتامبر به سازمان ملل فراخوان داده اند، اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نگرفت. عدم انجام تحقیقات در رابطه با جنایات انجام شده در عمل یک همدستی آشکار با جنایتکاران است و باید متوقف شود. ما یک بار دیگر به پرزیدنت اوباما، رهبران اتحادیه اروپا، به ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد فراخوان می دهیم تا برای انجام تحقیقات مستقل توسط دادگاه بین المللی جنایی در رابطه با جنایت اول سپتامبر در اشرف ترتیبات لازم را بدهند. آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت. بیانیه های کمیته های پارلمانی در کشورهای نوردیک و بالتیک، ایتالیا و استرالیا. محکومیت دفن مخفیانه پیکر 52 شهید اشرفی توسط حکومت عراق به منظور از میان برداشتن شواهد و آثار ارتکاب جنایت علیه بشریت. این اقدام ننگین خود بیانگر و اثبات مسئولیت کامل حکومت عراق
در جنایت علیه بشریت در کمپ اشرف است. اتحادیه نوردیک بالتیک دوستان ایران آزاد شامل دوستان ایران آزاد در نروژ، دانمارک، سوئد، فنلاند، استونی و ایسلند که پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی حامی مقاومت در این کشورها را در بر می‌گیرد، طی بیانیه‌ای اعلام کرد مالکی در تلاش است که مدارک جنایت علیه بشریت را نابود کند، آن هم در زمانی که یک اجماع بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا و مجلس این سنا و نمایندگان آمریکا و 6 ارگان متخصص سازمان ملل متحد و دادگاه اسپانیا و سازمان‌های حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و تعداد زیادی از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی دولت عراق را مسئول کامل این جنایت می‌دانند. در 21 نوامبر 2013 دادگاه اسپانیا در حکم خود اعلام کرد در روز اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراقی اقدام به محاصره و اشغال اشرف کردند و اجازه دادند که با خونسردی 52 تن از ساکنان اشرف قتل عام شوند که همه آنها اشخاص حمایت شده بر اساس کنوانسیون 4 ژنو بودند. به علاوه 7 تن از آنها در خلال این حمله ربوده شدند و دولت عراق هم تا به حال محل نگهداری آنها را فاش نکرده است. اموال متعلق به ساکنان غارت شد و تعدادی ساختمان توسط انفجار تخریب شده و 1 ساختمان نیز آتش زده شد. اتحادیه نوردیک بالتیک دوستان ایران آزاد خواستار آن است که دبیر کل سازمان ملل متحد 1 اقدام سریع و فوری برای تعیین 1 کمیته تحقیق به منظور انجام تحقیقات پیرامون کشتار 1 سپتامبر و همچنین دفن مخفیانه پیکر شهیدان به عمل آورد. بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد. با تأثیر فراوان از خاک سپاری مخفیانه پیکرهای شهیدان حمله اول سپتامبر به اشرف برای پنهان کردن آثار جنایت، این کمیته برای چندمین بار اعمال ضد بشری دولت حاکم بر عراق را که با حمایت رژیم ایران صورت می‌گیرد و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی است محکوم می‌کند و ضرورت 1 تحقیقات بین‌المللی مستقل در رابطه با قتل عام اول سپتامبر را یادآوری می‌کند. کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان بر دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد و تشکیل دادگاه جنایی بین المللی لاهه برای رسیدگی به این جنایت تأکید می کند. نامه استرالیایی های حامی دموکراسی در ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد. دفن مخفیانه پیکر 52 شهید اشرف 1 مخفی کاری بیشرمانه برای ممانعت از 1 تحقیق مستقل است. این خاک سپاری پنهانی از نماینده ویژه سازمان ملل هم مخفی مانده و اقدامی است که خود بیانگر و اثبات مسئولیت کامل دولت عراق در جنایت علیه بشریت در کمپ اشرف است. آشکار است که نخست وزیر عراق نوری مالکی تلاش می‌کند اسناد این جنایت علیه بشریت را نابود کند. ضروری است که 1 تحقیق مستقل همه جانبه توسط سازمان ملل حول قتل عام 1 سپتامبر در کمپ اشرف انجام پذیرد و این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود.